اولین خاطرات سونا مربوط به صومعه‌ای در آیونیا است که در استان گادرین قرار داشت و سونا در آنجا بزرگ شد. راهبان همراه با داوطلبان مهربان روستاهای محلی هر بچه یتیم یا بچه ای را که جلوی دروازه ها می ماندند می بردند و مطمئن می شدند که آنها تحت مراقبت قرار می گیرند. به عنوان یک دختر جوان، سونا خجالتی و ساکت به حساب می آمد تا اینکه مشخص شد که او اصلا نمی تواند صحبت کند. اما او به طور غیر معمول متفکر و اندیشمند بود و بچه های دیگر هر زمان که به آرامش روحی نیاز داشتند به دنبال او بودند. لبخند های بازیگوش آنها بعد از کمی همنشینی با سونا به سرعت به صورتشان باز می گشت. سونا راه‌های دیگری برای بیان احساسات خود کشف کرد. برخلاف همبازی‌هایش، وقتی برای اولین بار پیدا شد، یک دارایی داشت. یک ساز عجیب که در یک جعبه چوبی ساده بسته‌بندی شده بود. هیچ یک از نوازندگان یا معلمان سونا نمی‌دانستند که این چیست. اگرچه این مانع از تلاش چندین نفر از آنها برای تهیه چنین سازی به هر طریقی برای خودشان نشد. در عوض سونا به خودش یاد داد که چگونه آن را بنوازد و ملودی های ساده و زیبای او حتی بی احساس ترین شنونده را به گریه می انداخت و اشک شوق را در می آورد. با این حال دوران تاریک نزدیک بود. امپراتوری خارجی ناکسوس شروع به فرود سربازانش در استانهای شمالی کرده بود و راهبان تصمیم گرفتند تا قبل از اینکه تهاجم به گالرین برسد نیروهای جوان خود را به محل امنی منتقل کنند. پس از اینکه مراقبان آنها با یک تاجر دماسیایی معامله کردند، سونا و تعداد انگشت شماری از دوستانش خود را در یکی از آخرین کشتی هایی که قبل از محاصره ناکسی ها از سواحل غربی آیونیا فرار کرده بود یافتند. او با ناراحتی به عقب نگاه کرد و می دانست که تا سالهای زیادی نمی تواند به آنجا برگردد. پس از ماها در دریا به دماسیا رسیدند. سرزمینی عجیب که جادو به طور گسترده در آن مورد اعتماد نبود. راهبان آنها ایلومیناتورها یا روشنگران نامیده می شدند و هیچ خدا یا روحی را نمی پرستیدند، اما همچنان برای مهربانی با غریبه ها و نیازمندان ارزش زیادی قائل بودند. بنابراین سونا توسط خانواده باله پذیرفته شد. لورد بارت و همسرش لستارا از حامیان برجسته نظم و روشنگر و حامیان مشهور هنر در شهر بزرگ بودند. سونا برای دخترشان کاهینا شبیه خواهر شد و به ویژه لستارا به او بسیار وابسته شد. یادگیری زبان دماسی اغلب دشوار بود، اما بابلها زبان اشاره‌ای ابداع کردند که سونا را قادر ساخت تا به راحتی با خانواده جدید و دوستانش ارتباط برقرار کند. با این حال او آرزو داشت که خیلی بیشتر بیان کند. برای نشان دادن قدردانی خود از هموطنان پذیرفته شده، او تصمیم گرفت از هدیه خود برای شادی و آرامش آنها استفاده کند و با اشتیاق دوباره به موسیقی خود بازگشت. به زودی خبر استعدادهای شگفت‌انگیز او منتشر شد. اجراهای او تماشاگران را مجذوب خود کرد. آنها را از غم به شادی، از غرور محکم رزمجویانه به نرمی و آرامی بسیار عالی می رساند و لستارا مجذوب ساز مرموزی شد که این امر را ممکن می کرد. او با کاوش عمیق در کتابخانه های روشنگران به این باور رسید که این یکی از اطوال های افسانه است. دست سازه های شگفت انگیزی که قدمت آن به هزاران سال قبل از تأسیس دماسیا می رسد و اکنون در جهان بسیار نادر است. اگر این درست بود، پس این یک ابزار جادویی بود و ارتباط ذاتی سونا با آن واقعا یک امر خطرناک بود.
لسترا از سونا خواست که آن را مخفی نگه دارد تا از جلب توجه ناخواسته جادوگران دماسیا جلوگیری کند. سونا اطاعت کرد، هرچند متعجب بود که چگونه چیزی که صلح مردم را به ارمغان می آورد می تواند به عنوان یک تهدید تلقی شود. چند سال بعد لورد باول در نبرد با ناکسوس در دروازه طلوع کشته شد. زمانی که کاهینا مأموریت نظامی و تیغه پدرش را تحویل گرفت، لستارای دل شکسته تصمیم گرفت که زمان بازگشت سونا به آیونیا فرا رسیده است و هر دوی آنها از تمام درگیری‌های دربار کناره‌گیری کردند تا با هم سفر کنند. پس از جنگ، بازسازی بزرگی در سرتاسر سرزمین آغازین در جریان بود. اما مردم با آنچه که تحمل کرده بودند بسیار تغییر کرده بودند و سونا متوجه شد که دیگر جایی برای او در آنجا وجود ندارد. با خداحافظی دوباره با آیونیا، او با لسترا به دماسیا بازگشت. با این حال وطن انتخابی او بدون مشکل نبود. در پی ترور شاه جاروان سوم، جادوگران قدرت قابل توجهی به دست آورده بودند و بسیاری از شهروندان بیگناه به دلیل هر گونه ارتباط فرضی با جادو مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. سونا به عنوان فرزند دو فرهنگ بسیار متفاوت به طور فزاینده‌ای خود را در تضاد با جهتگیری‌های سیاسی خانواده‌اش می دید. با در دست داشتن اطوال، ملودی‌های او اکنون نه تنها برای ایجاد آرامش بلکه برای دفاع از آنچه او می داند به جا و درست هست نیست خدمت می کند.